یه سوال تکراری عاشق شدین؟ به نظر من عشق یک مسئله کاملا شخصی و ارتباط بین به هر حال یک زن و مردم بسیار شخصیه. وقتی میاد علنی میشه لطفش رو از دست میده، لطفش در پنهان بودنش. و به نظرم این سرگشتگی های جنسی که الان توی دنیا هست مال علنی کردن همه روابطه. فضای مجازی ما طاقت و تحمل این که وارد زندگی خصوصیه این اصلا نباید بشه، ولی همون اندازه کم و اندک رو هم وقتی که مطلع میشه باش خوب برخورد نمیشه. به نظرم اجازه بدیم فضای مجازی پاک شه از مسائل خصوصی ما. یکی پرسیده که این هاپوکوما رو نکشته شهرداری؟ ما شرایطمون متاسفانه به لحاظ بودجه و مالی و اینا نمیشه توقع داشت دونه دونه این سگای ولگرد رو بگیرن و ببرن بیمارستان و درمانشون کنن و اینا. من داشتم چند سال پیش از توی حیات خانه هنرمندان رد میشدم، یهو دیدم یه بچه گربه رو زمینه، رفتم بچه گربه رو برداشتم، یهو یه خانومی با حتاکی این گربه رو دست من گرفت، من هول داد و یه چند تا جمله نامربوط هم به من گفت و گفتم یعنی چی می تو صاحب این گربه ای؟ شروع کرد که شما و ایرونی ها فلان. گفتم تتوا. بعد گفتن این خانومه نمیدونم و فرانسه اومده چی، دائم تو پارک داره به این گربه ها غذا میده. باری که الله کار خوبی میکنی، ولی این دیگه اگزاجره، زیاده رویه، اقراق. الان توی یکی از دهات روستاهای دماوند که دوستان من اونجا خونه ای دارن مشکل دارن با سگای ولگرد. به دهیار میگن، میگن ولی ما جرئت نمیکنیم به اینا نزدیک شیم، محیط زیستی ها نمیذارن. به هر حال باید یک روشی پیدا بکنن که این سگا رو کنترل کنن، مهار کنن. اینه که هاپوکومار صاحب مهربانی داره و به سگش میرسه و من فکر نمیکنم. شده مثلا برید توی محیط زیست که کیسه زباله بگیرین دستون و آشغالا رو جمع کنین؟ کارمه در خونم اصلا، من رفتگر معلم در خونم هم. مخصوصا وقتی که کار فیلم برداری دارم خیلی جالبه، شما باورتون نمیشه. مثلا تو سریال ها پریا که همش هم تو کوه و دشت و شهر مختلف بودیم، من یک دونه فیلتر سیگار اجازه نمیدادم کسی تو کوه بندازه و لیوان یه بار مصرفارم سریع جمع کردم، برای اینکه دیدم علارغم اینکه دائما با کیسه آبدارچی میگرده که اینا رو بگیره، باز باورتون نمیشه صدا بردار کار که الحمدلله باید بیرونش کردم، عمدن این لیوانا رو زیر سنگ اینطوری قایم میکرد که نندازه تو اون کیسه، مثل که لج میکرد. یعنی شما فکر کنین حتی توی گروه که کار فرهنگی میکنه این رعایت نیست. و بعد یکی دونه لیوان فلزی داده بودم به بچه ها، بسته بودم به کمرشون و توی اون جایی میخوردن. خانم بورمند، احمقانه ترین سانسورایی که باش مواجه بودید و میتونید برامون بگید یکی دوتاشو؟ مثلا من یه سریال میساختم تو تلویزیون به اسم همه بچه های من، بعد گفتن مثلا این خانوم به شوهرش میگه مثلا حمید جان، جانشو دررین. این میگم بابا شوهرشه، داره بهش محبت میکنه. یکی دیگه از خاطراتم این بود که تو تهران 11 یه صحنه بود که یکی دوبله پارک میکنه جلوی یکی فتلی اویسی، اولین کار کمدیش بود، با رسول نجفیان میاد با این درگیر میشه، اون بهش میگه چرا دوبله پارک کردی، کلکل میکنن، این به اون میگه برو کشل آزگر. بعد نگو امشب خونه همین آقا دعوته که کارش گیر این آقاست، حالا از طریق خانوماشون این میخواد بره این گره کار اینو واکنه که حالا شبش میفهمه اینه میره تو توالت قایم میشه سیبیلشو میزنه و اینا که شناخته نشه. بعد این جمله اگه نبود اصلا این جمله کلیدیه دیگه، یعنی باید به این فوش بده که بعد شرمنده بشه، این فوش ندی که شرمنده نمیشه. رفتیم و گفتن اینجا رو در رو، من گفتم نه و دلیل آوردم و اینو، اون آقای پرشم گفت باشه. بعد حالا یک شنبه ما نشستیم در آوردن اینجور، پا شدم رفتم تلویزیون، داد و بیداد گذاشتم سر جاش، دوباره چهارشنبه پخش. این چه کاریه؟ خیلی مهمه که در 35 سال آدم تقریبا 80% موفق باشه.
اون 20% کجا بوده؟ حالا دیگه بر من خیلی مهمه که بدونم که این آدمی که اینقدر خلاقه و هر دفعه موفق بوده توی اون دوره‌ای که کار نمی‌کنه و داره خلاقیت انجام میده داره به چی فکر میکنه؟ حالا همین مراسمی که به لطف من پوری عالمی توی کتابخانه ملی بود و حالا کارهای من به نوعی اونجا تحلیل شد، برای خودم خیلی جالب بود که چقدر همه به روز بوده. مثلا تهران 11، این پدیده ماشین، حالا مصرف گرایی بعد از در واقع سالهای جنگ و مشکلات اقتصادی، حالا یه خود شکفتگی اقتصادیه، حالا چطور میشه یه پدیده میاد میشه پرسوناشه اصلی کار من، یا آرشگاه زیبا که در به هر حال همون زمان بود، چقدر آدمایی که تو این آرشگان هر کدوم نمایانگره یکی از تیپ‌های یا کاراکترهای جامعه هستن. اون ناصر خان که شروع کارش بوده الان حتما برسازه، اونی که از تلفن اسد خماردو استفاده میکرد برای دلالی و معامله و اینا، حتی حاضر نبود 2000 پول تلفنو بده. اون آقای ستونزاده مرحوم مرتضی احمدی الان اون کاسب دیگه نیست، اون کاسب شریفی که یه اصولی رو رعایت میکنه، چارچوب داره برای خودش، فرش فروشه ولی حلال حرام نمیکنه به قول معروف. این در واقع یه باستاب جامعه بود. یعنی اون لحظه من بنابر اختزای فضای اطرافم به نظرم میاد بعد این کار رو بکنم. همیشه یه چیزایی روش انگشت گذاشتم که بعدها دیدم که خیلی بدعت گذاری بوده، یعنی تازه بوده. مثلا فرض بکنیم توی همین آرایشگاه زیبا بحث زن بیوهی که از شوهرش جدا شده، نه شوهرش مرده نه هیچی، ولی اون به هر حال به عنوان کسی که باش مخالفت میشه و بعد میاد و ازدواج میکنه با اسد خمارلور، یا تو همین همه بچه های من یه خانوم مجرد هرگز ازدواج نکرده. خیلی هم به من گفتن این چرا شوهر نکرده، گفتم خب نکرده مثل من. بعد گفتن که حال میشه شوهرش مرده باشه، گفتم نه. و یا مثلا شمسی و مادا، همزیستی بین یک ارمنی خانوم ارمنی، آره خیلی خیلی جالبه، و یک خانوم مسلمان، هر کی هم کار خودشو میکنه، اون نمازشو میکنه، اون کلیسا رو میره، یعنی هیچ کدوم سعی ندارن اون یکی رو به راه راست هدایت کنن یا بخوان تاثیر بذارن یا مثل خودشون بکنن. آره یعنی معمولا وقتی ارامنه رو توی تلویزیون و فیلم‌های ما همیشه باید تحت تاثیر قرار بگیرن. دقیقاً. خانم برومن چه کاری می‌خواستید انجام بدید که نتونستید؟ مثلا آرزوی من اینه که یک موزه عروسک تأسیس شه. این هم عروسک خاطره انگیز کارای دوستان من و هنرمندان نمایش و سریالای و سینمای عروسکی. این عروسک ها از بین رفتن. ما توی شهرمون شایی یک، خدا بیامرزه کامبی صمیمی، اینا رو همه رو کرد تو جعبه و تحویل بنیاد فارابی داد، چون ما بعد تحویل میدادیم. یه دونشو یکی از بچه ها کش رفت. یه کپل بود که ما بهش میگفتیم کپل نش، یعنی در واقع بدل بود. بعد از سالها فهمیدیم که همه رو فرستادن شرک غزالی. یکی اومد گفت توی شرک غزالی دست و پای این عروسک‌ها رو دیده. عجب. و به شدت من ناراحت شدم. بعد اون کپل نشه رو وقتی موزه سینما از ما عروسک خواست، تنها عروسکی بود که ما از شهرمون شد داشتیم، بردیم دادیم موزه سینما. بعد چند سال پیش موقعی که ما داشتیم پیش تولید شهرمون شای دورو میکردیم، من رفتم اونجا، مرحوم زاون باش یه قراری داشتم و من منظره دیدم که واقعا ناراحتم کرد. همین عروسک هایی که توی موزه بودن تیکه و پاره، کلا قرمزی یه وری افتاده بود، اینم خاله قورباغه چشش در اومده بود، خرسه نصف صورتش رفته بود مال مثلا گلنار. من خیلی ناراحت شدم و همون موقع عروسک ها رو گرفتم آوردم توی کارگاه شهرمون شا، همه رو تعمیر کردیم، دوباره تحویل دادیم. ولی میدونم که جا ندارن. دوباره همین اتفاق میفته. یکی از کارهایی که آرزومه تأسیس موزه عروسکه که تا یه مقداری هم پیش رفتم.